امروز 16 بهمن ساعت 12:30. من هر بار که ویلاگ میبینم دلم میخواد ویلاگ بسازم. اصلا یک عشق خاصی به ویلاگ دارم که واقعا مدت هاست هیچ عشقی نسبت به هیچ چیزی نداشتم. ویدیو درست کردن قشنگ اونجور قلب منو تاپ تاپ میاره، ولی مثلا اینجوری هم که سخته. همش چیزی به میگه که تو که حالا قرار نیست کسی تو رو ببینه، تو که هنوز اون آدینس تو نساختی که حالا مثلا الان تو این شرایط که یکم سخته واسهت بیای ویلاگ رو بگیری. I don't know what's gonna happen. من اومدم زبان بخونم بخاطر اینکه دارم برای کنکور میخونم و شاید یه ویلاگی یه هفته ای درست کنم. الان آخر روز پنجشنبه است، یعنی پنجشنبه تموم شد دیگه. الان ساعت 11:58 است. بعد من دیروز که این ویلاگو شروع کردم به خودم فکر کردم که آره فردا رو کاملا میگیرم، صبح میرم ناخونامو درست میکنم. صبح هم ناخونامو درست کردم و گرفتم، همیشه خوب بود. بعد گفتم بعد از ظهر میخوام با دوستان برم خانه بازی، مثلا از اونجا هم یکم ویدیو بگیرم. وقتی که تموم شد رفتم اومدم و اومدم خونه، دم آسانسور بودم که بیام بالا، یهو به این فکر کردم که من امروز هیچ ویدیویی نگرفتم بعد از اون ناخون، اصلا کاملا یادم رفته بود. گفتم که آره بابا درد سر داره، آخه کی موقع کنکورش مثلا وقتی که مثلا تازه 100 روز مونده به کنکورش میشینه ویلاگ درست میکنه. بعد دیگه کاملا منصرف شدم، گفتم خب پس بلش کن حالا دیگه درست نمیکنم و اینا. بعد چیز شد، شب بود، نشسته دارم رفتم یوتیوب و همینجور نوشتم ویلاگ. بعد ویلاگ یه چند نفر رو دیدم، بعد گفتم که نه من میخوام درست بکنم. زن داداشم به هم چیز داد، کادوی ارلی ولنتاینز دی گیفت به هم داد و یکیش اینه، خیلی کوکولیه و میخوام که موهامو برش ببندم ببینیم که چطوری میشه. یکی هم شاله، یه شالم گرفتم. من فردا امتحان دارم، رفتم ایمیل امتحانم باز کردم و دیدم نوشته که ساعت 11:11:20. من تا حالا امتحان آنلاین هم ندادم، یعنی من پارسال دانشگاهم تموم شد، اصلا درگیر این آموزش مجازی و اینا نشدم، ولی کلاس آنلاین خیلی شرکت کردم توی یه سال که کرونا اومده. و این امتحان یکی از اون کلاس آنلاین هاست که کلاس نبود، دوره بود، اما مثلا بعد اینکه اون ویدیوهاتو میدیدی میشوستی وبینار رو شرکت کنی، سوال بپرسی. دوره UX دیزاینه پیش رهنما کالج و من این دوره رو تابستون شرکت کردم. دوره بود که مثلا علاقه من شده بودم به UX دیزاین، میخواستم ببینم چجوریه، شاید خوشم بیاد و برم تو کارش، یعنی مثلا اون کار رو انجام بدم. ولی بعد که نگاه کردم دیدم که من اصلا آدم طراحی نیستم و اصلا به من نمیخوره. مثلا تو این تستای MBTI هم یا مثلا تستای مختلفی که بهت میده که مثلا نقاط قوت چیه چی و اینا، مثلا خلاقیت توش بوده، ولی اکثرشون مثلا گفتن که برای منیجینگ، برای ادورتایزینگ و اینجور چیزا خوبه. و چون معمولا طراحا یا داره با یه تیم کوچیک کار میکنه یا داخل با مردم در ارتباط نیست و اینکه خیلی وسواس میخواد. بعد مثلا باید جرأت این داشته باشی که پاک بکنی، از اول بسازی، با خیلی صبر و حوصله داشته باشی، چیزی که اصلا توی شخصیت من نیست. و واسه همین من فهمیدم که نمیتونم UX دیزاینر بشم و دیگه ادامهش ندادم. برای اینکه بتونی تو این امتحان شرکت بکنی با تمام ویدیوها رو دیده باشی و من یه قسمت آخرش که یه ویدیو یک ساعت هست تو هنوز ندیدم و الان میخوام ببینم. We'll be right back.
شدم که آزمون جمعه هفته بعده. 24 بهمن بوده، فردا 18 بهمنه. من دارم میمیرم از خستگی. در این ویدیوی آخر رو دور دو دیدم، رو دور تون دیدم، مرده در 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 حرف میزد. من برم بخوابم. خدافظ. بهتون بدم. دیروز جمعه بود، هیچ ویدیویی نگرفتم چون صبحش استراحت کردم و بعد از ظهرش کلاس داشتم. دیشب دوباره به یه ویدیو دیدم تو یوتیوب که اسمش یادم رفت، گفته بود چرا باید کانال یوتیوب داشته باشید، و دوباره به اینکه کانال یوتیوب داشته باشم فکر کردم. فقط یکی از مشکلام حجاب بود چون نمیدونستم با چیکار کنم، و الان تصمیم گرفتم که تا جایی که میتونم مثلا لباسام خوب باشه، و اینکه ولی حالا مو رو آدمی کارش میکنه دیگه. اینستا خیلی میبینم که مثلا با پیجای ایرانی کار، با برندهای ایرانی کار میکنن، مثلا طرف داره توردیلا تبلیغ میکنه و مثلا تو تمام عکساش هیچ لباسی نداره، یعنی اصلا لباسش پوشیده هم نیست. و خب من خیلی سر قضیه حجاب میترسیدم از سر اینستا و یوتیوب و اینا. یکی از چیزایی که خیلی منو دل سرد میکنه حجابه. اینکه امروز صبح که بیدار شدم، اول که اصلا سخت از تخت میتونستم بیام بیرون، خیلی خوابم میومد، گفتم که خب پس بدم یه دوش بگیرم که خوابم بپره. با اینکه دوش گرفتم بعدش صبحونه خوردم، اومدم رو میز کام نشستم، 11 و من همیشه اینجوریام که اوکی 11 او چقدر دیر کردی دیگه، الان تا نهار فقط یه پارت 2 ساعته میتونی درس بخونی. و هیچ وقت همون پارت 2 ساعته هم نمیخونم، الان 10 دقیقه به یه که به من شاید نیم ساعت کلن درس خونده باشن. چونش خوابم میمد و بیوستاده بودم. من بعد از ظهر خوابیدم و خواب شیرینی دیدم، و وقتی از خواب بیدار شدم خیلی دارم شیرینی میخواست، تصمیم گرفتم که واسه خودم عصرونه پنکیک درست کنم. دوستم که بریم جین وست خرید کنیم. امروز از اسمس اومد تخفیف و اینا، همیشه دیگه دارم که تو حالت عادی از جین وست خرید نمی کنم چون تو تخفیف خرید می کنم. این فکر کنم 12 شلواریه که پوشیدم. خوبه، خیلی راحته، همینو می خرم. دارم به از سوال بپرسم، رفتم تو اینترنت دانلود کردم خواب رو کسی کراش داری؟ نه، در حال حاضر رو کسی کراش دارم.
بابا واقعا اصلا من بدم نمیومد و کلی هم این سپایر شما کنم بابا دمه گرم چه شغلی بهش میان؟ AI Intelligent در بزرگت هم میخوای بسکتبال بازی کنی کمیز اما با اینو میزدم بعد میکنم او همینجاست بریم خب عکس میخواستیم بگیریم آها عکس بگیریم اسمه من اونجاست گایز باید خدافزی کنم ازتون خب این آخر ویلاگه من نمیدونستم گوشی چجور بذارم من اینجوری نشستم میزنم خیلی به هم ریخت از بیرون اومدم باید زبان بخونم یه هفته شد از اون روز اولی که من اینجا دیدیم و با تو صحبت کردم تصمیم گرفتم که از این بعد ویلاگ بذارم همین دیگه See you guys later آقا سابسکرایب کنید